من سعی میکنم باشون صحبت کنم ببینم که اگه چرا یه فکره که اگه نگتیو راجع به من دارن دلم میخواد بهم بگن و دلم میخواد بپرسم و راجبش فکر کنم، شاید یه کاری باشه که بد باشه دیگه نکنم. باز بستگی داره، اگر آدم از آشنا باشن، دوستم باشن، که خب صحبت میکنم، ادامه میدیم صحبت، جواب میدم که چرا منفی هست اون عقیده. اگر نشناسمشون که بیشتر سعی میکنم برم محل نظرم و برم. چون خودم آدم مثبتی ام، هیچ وقت منفی نمیگم، یه خورده ناراحت میشم ولی بعد میگذرم. خب سعی میکنم عکس العمل فوری نشون ندم، یعنی بپرسم ببینم چرا مثلا نظرشون منفی از اینجا برم، یا هم که اگر برام مهم نباشه همینجور رد کنم برم. اذیتم نمی کنه، just هیچی. در مقابل عقیده مثبت دیگران در مورد خودتون چه عکس عملی نشون میدید؟ خیلی خیلی خوشحال میشم. یا I love it. مینو هستم از جاودان شو. مرسی که تا اینجای برنامه با ما بودید. برمیگردیم به استودیو تا نظر متخصص برنامه رو درباره این موضوع بشنویم. فراموش نکنید که هفته آینده باز موضوع جالب دیگری داریم که من باز هم میام در سطح شهر لس آنجلس و برای شما گزارش تهیه میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. خیلی دوست دارن که نظر مثبت در مورد خودشون بشنون. شاید به خاطر همین هستش که در مورد دیگران اصلا نظر منفی نمیدن، که نکنه که دلی رو بشکنن که همیشه اونها هم در موردشون نظر مثبت بدن. اینگونه نمیشونو بگیم؟ همیشه ما دلمون میخواد نظر مثبت بشنویم. خب وقتی هم نظر منفی میشنویم یه جای دلمون دلخور میشه، چون همیشه دلمون میخواد تاییدیه بگیریم. خب خیلی دوست داشتم و واقعا خوشم اومد از این خانمی که گفتش که خیلی خوشحال میشم اگر که ما واقعا به اون درجه رسیده باشیم که خوشحال بشه، نه که همینجوری الکی بگیم خوشحال میشه، بلکه خب واقعا اگه به درجه برسیم که یک نفر یک فیدبک، یک نظریه راجع به ما بده که دوست نداره و من در اون زمان بتونم انقدر راحت باشم که بتونم این فیدبک نظر مثبت رو گفت خوشحال میشم و گفت اگه از من تعریف کنه خیلی خوشحال میشم. گفتم نفر نظر من فکر کنم دلم بخواد حتی کسانی اگه به جای خیلی مهمه که اگر نظر بد هم بهشون بدن واقعا خوشحال بشن. درسته. به اینی که یک کسی جرأت کرده و این فضا رو براشون باز کرده که بتونن یه مقدار روی خودشون نگاه کنن و آینه ای باشه براشون که بتونن نگاه بکنن که من ممکنه که یک شادو سایدی، یک قسمتی داشته باشم که خودم نمیشناسم و خودم نگاش نکردم، ولی معمولا یه جایی در دردمون میگیره، نمیخواد، چون من زندگی ما خیلی موقع ها وصل به تاییدیه گرفتن در حقیقت از اشخاص. ولی اینی که آیا دوست داریم که نظر مثبت به ما بدن، حتما خیلی کیف میکنیم. کسانی هستن که البته اینو پرانتز بدم، کسانی که اعتماد به نفسشون پایینه و ارزش به خودشون ندارن، خیلی موقع حتی اگر آدم ها نظر مثبت برشون بدن و قضاوت مثبت روشون بکنن پس میزنن و احساس میکنن نه من این بی خودی داره میگه، الکی داره آفر دیدم. و یه جوری با یک کلامی این رو پس میزنن، نه خواهش میکنم نه اینطوری نیست، و اونجاست که نمیتونن دریافت بکنن حتی نظر مثبت. اون گروه خیلی موقع وقتی که زیر بناش نگاه میکنیم اینه که خودش به خودش ارزشی نداره، چه کسی دیگه که ارزش میذاره براش نمیتونه اونو دریافت بکنه. مرسی خانم دکتر فرجان زینی عزیز. میخوام در مورد قضاوت کردن و مورد قضاوت واقع شدن یه سوال بسیار مهم از ایشون داشته باشم، ولی هفته دیگه اینو من میپرسم.